که سهمته، هرچی باشه کمته، بانه نباش سهمته، شادی تو حقته، خوشحالی که سهمته، هرچی باشه کمته، بانه نباش سهمته. خواه دور ما بپلی خنده خنده مانه، بازه ها بتره یا خنده مانه، به مشکلات عدیده هر کی نخنده تبعیده، برای درسته یه تحقیده بیوکتی دو خنده شدیده، دل درد نگیری بعیده، داره ما به پلی خنده خنده مانه، بازه ها بتره بیا خنده مانه، داره ما به پلی خنده خنده مانه، بازه ها بتره بزن خنده مانه، بزن خنده مانه، هونی هونی چرا تو خوب شروع شد بودو بودو. جوان هستم در شبکه عسیل اینجا خنده مانه، چطوره؟ عالی. به حال منم عالی. حال خندمونای تو خونه؟ عالی. خندمونای تو خونه؟ عالی. تو خونه؟ خونه؟ عالی. خونه؟ عالی. خندمونه؟ عالی. 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 الو سلام جناب خان چطوره؟ الو 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 دکتر افروز؟ بله بله، روانشناس دیگه. فردی به نام رامبد جوان رو ما معرفی میکنم، ایشون امشب خیلی دیگه اوضاعش خرابه. بله بعد برنامه یه آژانس میگیرم میفرستم خدمت شما. سلامت باش قربان چاد جان. رامبو جان سلام، خوشگلم. سلام، حالت چطوره؟ دیونمون کردی امشب، وای عالی عالی عزیز دلم، وای کت قشنگت بابا، کت قشنگ، وای ببین کت قشنگ. چطوری؟ خوبم خدا رو شکر، دلم برات تنگ شده. الله شکر، چاکرتم، سلامت باشی. تو نمیخوای یه هدیه به من بدی؟ هدیه یعنی چی؟ آره این هدیه میتونه یک جمله قشنگ باشه به من، یه چیزی که یادگاری برای من بمونه. یه چیزی که یادگاری، یه شعر باشه از ته دل، مثلا احساسی عاطفی باشه، هر جوری که تو دلت میخواد، میتونه یه آهنگ باشه. چش، ولی بگی اینو به تو هدیه میدم، اینو با عشق برای تو میخونم. رام دستای بندری گرمه؟ بله. وای پس دلم پی دلته، جوم نارنجی دلم پی دلته، ولی دلم پی دلته، ولا کجا من زلتن، جوم نارنجی جیغ میخوام تش. خیلی ممنونم ازت، نوکرتون با عشق درم میام اونجا که روی ماهت رو ببوسم. شاکرتون، سلامت باش. خیلی ببخش. آقا ببخشید، دستمال کاغذی همراهتونه؟ خدا شاهده اگه جای ماچه منو پاک کنی، نه من نه تو. تشریف بیاری. آروم آروم بسکنو، تمام شد. خدا حالو شد، خدا حالو شد. عادی باش، شام بود عادی باش، عادی برخورد کن، هیچی نشد، عادی برخورد.
ده. بابا چی کار نکردم عادی باش صورت ده. داری پاک میکنی داری اونجوری پاک میکنی نه نکردم نه خارید صورتم خاروندم نه خارونم حتما این ورت هم میخاره اوار بعد میخاره آره ما توی زندگی حتما یه چیزایی رو به دست میاریم و حتما یه چیزایی رو از دست میدیم. این چیزایی که از دست میدیم خیلی وقتا به اراده ما و تصمیم ما و قدرت ما نیست و قطعا محیط، سرنوشت، تقدیر یا شانس یا هر چیزی که اسمشو میذاریم به هر حال دخیله بابت اینکه نتونیم کنترلش کنی و از دستش بدیم. ولی حالا که یه همچین وضعیتی زندگی و یه چیزایی رو از دست میدیم بدون اینکه بتونیم اراده کنیم نگهش داریم، بهتر بیایم تمرکزمون رو بذاریم روی اینکه چه چیزایی رو میتونیم به دست بیاریم و اراده ما توش به شدت تأثیر گذاره. خیلی چیزا و یه چیزی اگر که ما بتونیم چیکار داری میکنی؟ سعی کردم چیزایی که میگه به انگلیسی دوبله کنم که اگه یکی فارسی متوجه نشو بفهمه. از گفتم آروم دوبله کنم. شما بگو مشغول. الان اینه که گفتم چی شد؟ نه میدونم. میگم شما شاید یکی فارسیش خوب نباشه. گفتم بگم به انگلیسی سخت بگم. به نظرم داری دست من هم این کارو میکنی. خوبه خوب گفتم. شما بفرما. نه حرف مهم و قشنگی داشتیم. خواهش میکنم. و اینکه هر چقدر کیفیت و کمیت چیزایی که به دست میاریم از دست دادن راحت تر میشه. ما اگر تنوع چیزایی که به دست میاریم رو زیاد بکنیم. آقای محترم هیچ کس داره گوش نمیده به چیزی که میگم. خود منم حواسم داره پرت میشه. کسی که فارسی متوجه میشه که میفهمه. نه خواهد دارن گوش نمیدن. دارون برای جامعه بین المللی حرفاتو آخه خندبانه برای جامعه بین المللی نیست. میدونم. میگم شاید یکی انگلیسی زبان باشه ببینه میفهمم اینه. خب همینه خب. میگم چون کسی انگلیسی زبان نمیشینه خندوانه نگاه کنه پس نیازی به ترجمه نیست. میدونم این برای برنامه برای فارسی زبان ها. آقا اگر میدونی خب. پس نکن. میگم شاید یکی انگلیسی زبان باشه داره میبینه. برای همون یک نفر داری باعث میشی که بقیه دیگه گوش ندن. اینا شما بگو ما آروم زمزم میکن بفرما. چش داشتم عرض میکردم اگر سطح کیفیت و کمیت چیزایی که به دست میاریم رو بالا ببریم از دست دادن برامون قابل تحمل تر میشه. اگر در زندگیمون خودمون رو وابسته فقط به یک چیز نکنیم قطعاً میتونیم که بهتر وقتی چیزی رو از دست میدیم حتی اگر چیزهای مهمی رو از دست میدیم بتونیم خودمون رو با اون چیزهای دیگه‌ای که داریم بتونیم سرپا نگه داریم و هنوز به زندگیمون امیدوار باشیم. آدمهای تک بعدی آدمهای تک بعدی یه لحظه معذرت میخوام جان تک بعدی به انگلیسی چی میشه؟ تک باری خوب بود؟ رام بود؟ یعنی واقعا تک بعدی به انگلیسی میشه تک باری؟ آیلتس دارم آیلتس رو حرف ما هم میخوای حرف بزنی آیلتس دارم رام بود ادامه بده تک باری بفرمام صحبت مهمی داشتی میکنم عرض میکنم مثلا آقا خلاصه که زندگی جهان جایی از دست دادن و به دست آوردنه. خودمون تصمیم میگیریم چه چیزایی رو به دست بیاریم و یه لحظه سب کنیم داری چی کار میکنی؟ کار دارم کنم ترجمه داری لبو لبو رو ترجمه میکنی؟ گفتم این وسط یه بیزینسی هم بکنم چهار تا لبو هم کنم. عزیز من صد تا کاری که نمیشه توی لحظه انجام چرا؟ خب گفتم نه نمیشه آقا جون گفتم جامعه بین الملل داره میبینه شما بتون صادرات لبو بکنم وسط حرفای من نکنم نه چشم تموم خلاص مرسی باش خلاص
خلاصه آقا اگر از دست دادیم عیب نداره، چیزهای زیادی رو میتونیم به دست بیاریم، مثل عاطفه، مثل سواد، مثل محبت، مثل رفیق، مثل خانواده، مثل کتاب، مثل لذت، یاد گرفتن لذت بردن از چیزهای خوب. تمام اینا رو عرض کردم خدمتون که بگم ما در خندوانه تلاش کردیم که لبخند شما رو به دست بیاریم، تلاش کردیم اعتماد شما رو به دست بیاریم. ما برای خندیدن شاخ گلی در بهار جان تلاش کردیم تا مهر و محبت شما رو به دست بیاریم، تلاش کردیم که کاری بکنیم که شما انقدر که شده غم و غصه رو از دست بدید و تلاش کردیم که اگر خدای نکرده روزی دارم تاییدت میکنم، انرژی گفتم بدم به متشکرم، انقدر قلوب شده تمام این حرفا اینه تش که خانم ها و آقایان بله به انتهای فصل ششم خوش آمدید. ما برای حال خوب شما تلاش میکنیم و از این تلاش لذت میبریم و خرسندیم و به خودمون افتخار میکنیم. مخلص همه شما هم هستیم. موافقید شادی برنامه رو تقدیم به کیا بکنیم؟ متشکرم. عوامل خندوانه شما گفتین چی؟ به جناب خان تقدیم بکنیم. خب دانش آموزا ما هنوز چیزی به ذهنم نرسید رامو، فعلا چیز خاصی مد نظرم نیست. مطمئنم شو اگه میرسید قطعا میگید. بله بله فعلا چیز رو فکر میکنم. راست میگی. بله بچهای محک. خب به احترام عناوین و اسامی و گروه هایی که عرض میکنم دست بلند میشیم، میگم دستا بالا. به احترامشون دستو بالا. این روش جدید احترام گذاشتنه، همینجوری که نشستیم دستو میگیریم بالا یعنی ما واسطادیم، مال تنبلاست. شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه اونهایی که تلاش میکنن حال دیگران خوب باشه، تقدیم میکنیم به همه اونهایی که در وهله اول تلاش میکنن حال خودشون خوب باشه که بعد بتونن اینو سرایت بدن به بقیه. این واقعا نکته درست و مهمیه. تا ما خودمونو دوست نداشته باشیم نمیتونیم دیگرانو دوست داشته باشیم. آدم که خودشو دوست داره با خودش خوش رفتاری میکنه، با خودش مهربونی میکنه، از خودش مراقبت میکنه. پس این از این و تقدیم میکنیم به همه محتکرها که شرمندهشون کنیم، همه محتکرای بیوجدانی که باید تحقیر بشن. و همه مردم عزیز ایران، فیلا فیلها فیلها رامبود بخش از شادی برنامه رو بدیم به فیلها. فیل؟ بله بله فیل. آفرین. بله بله به اونا که این صدر در میارن. آر فیلها رامبود. چرا ما بعد فیل رامبود فیلها نوالم چپ تن دست خالی برن خونه رام بود. فیل ها میتونیم بگیم و حیوانات طبیعی. نه فقط فیل ها رام بود. چرا فیل ها؟ چون هیچ وقت دماغشون رو عمل نمیکنن. خواهش میکنم بود فیل ها رام بود. یک کوچولو بده به فیل ها. چشم باشه؟ چشم. ممنون رام بود ممنون. خیلی مسخره شدن سر این دماغ و هیچ وقت نرفته عمل کنه، هیچ وقت چسب نزدن روش. چی باید بگم الان؟ نمیدونم. مثلا بگم دمشون گرم. بله بله آفرین بهشون. به فیل ها. آره و بخشی از شادی امشب رو هم تقدیم فیل ها میکنیم. ممنون. آره. که دماغشون عمل نمی کنم. به افتخارتون. بله بلند بلند بلند
قرعه کشی بکنیم. به 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 چی؟ گفتم به به آخ جون آخ جون آخ جون آی شاه حسینی. اوف شاه حسینی اومد. لطفا همه شماره هاشون دستشون من ببینم. متشکرم. همه شماره ها دم دست. هر کی هر شماره دستشه ازش راضی باشه. 52 هیچ. خیلی متشکرم. راحت باشید. خب راحت باشید. امشب چه شبیست؟ شب مراد از امجان. امشب چه شبیست؟ امشب چه شبیست؟ راحت بشین. امشب فقط یک جایزه توی این 14 شماره وجود داره جان، و کسی که به اسمش در میاد صاحب اونه. یا خدا خدا یا خدا. و بقیه شماره ها پوچن. بیا ببینم دختر. شماره 21. سلام، لیدا نیکچری هستم. بفرمایید. شماره 10. مطمئنی؟ 10 و بیشتر اطمینان دارید یا 7 و؟ 10 و. یا 7 و. 10 و. بله. یکی دیگه هم بگم؟ بگی؟ 13. حالا بین 7 10 13 کدوم بیشتر؟ 13. 13؟ بله. حتما؟ بله. شماره 13. شماره 81. رستمی هستم. آی رستمی بفرمایید. شماره 6. شماره 6. مطمئنی شماره 6؟ بله. قطعاً؟ بله. هیچ کدوم دیگه نه؟ نه. 6. خدایا دیگه. دیگه تمومه. 125. به نام خدا. علیرضا هدایتی. علیرضا هدایتی. هدایتی. شماره 10. 10. چقدر مطمئنی روش؟ 90%. و یه عدد دیگه چی میتونه باشه؟ همون 10. 10. ده. من میگم عوضش کن. 9. عوضش کن. همون ده. عوضش کن. آره برف من گوش بده. توصیه من رو قبول کن. هفت. هفت. برو پایین تر. یک. یک. به غیر از یک بین یک تا هفت چی رو انتخاب میکنی؟ سه. سه. حالا بین یک و سه کدوم انتخاب میکنی؟ سه. سه به نظرت قوی تره. شما نظرتون چیه؟ منم موافقم. باش با سه موافقی؟ بله با سه موافقی؟ بقیه موافقن؟ بله بله من میگم بله من میگم سه هم نیست. یک. شک داری بهش؟ سه. همون سه. همون سه. یک. همون یک. همون یک. یک. فکر میکنی چیه توش؟ نمیدونم. شماره یک.
متوجه نشدین هر کدومتون 100,000 تومان جایزه گرفتید. جان رامبود بله رامبود جایزه چی بود؟ نفری 100,000 یعنی همه هر کی الان تو استودیو 100,000 تومان برد؟ بله همه؟ بله یعنی ما هم قبول توش ما هم برنده هم؟ بله بله ما هم برنده شدم هر کی از این شماره داره یه 100,000 تومان برده یعنی امشب هر کی از 100,000 تومان برده بله بده چه؟ بده 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 چی؟ پول من بده پول من بده پول تو بدم؟ بله بله 100,000 تومان من بده خب آخه الان که من نه میدونم مگه نبردم چرا خب پولمو همه... بده نه بردم عزیزم نه مگه همه نبود تو سالن عزیزم من اینجا پولمو میخوام گوش کن لطفاً به حرف من لطفاً به حرف من گوش کن در خندوانه خب نشده خب. کسی جایزه بگیره و نگیره جایزه من کاری به حرف من بعد کسی جایزه مو ببره مو نده من دهنش کاگل میگه پولمو میخوام خب من بعد که همین قبلش هم همین بوده الانش هم همینه من قبلش هم همینه همش همینجوریه خب چی الان من چیکار کنم بردارم به تو 100,000 تومان پول بدم آقا مگه برنده نشدم چرا پول میخوام عزیز من الان گیرم من فردا بدی بهم به دردم الان گیرم من الان پول تو جیبم نیست کار ندارم مگه ننوشتی روی صفحه 100,000 تومان برنده پولم میخوام ملت من پولم میخوام من کار ندارم اونجا با آتش میکشم الان من پولم میخوام یه لحظه صبر وجدان داشته باش چی مرد باش وجدان داشته باش حرف زدی روش وایسا آقا من پولمه میخوام بابا خیلی خوب مگه من کلاه بردارم من کاری ندارم به حرفا من ضرر زیاد خوردم تو رفاقت من از پشت خنجر زیاد خوردم من پولمه میخوام عزیزم به من چه رفتی داره مگه تا بار من به تو دروغ گفتم نه ولی من پولمه میخوام من کاری ندارم اجازه میدی تموم شه نه همین الان من پولمه عوضی برام پیش زندگی ها پولمه میخوام پول آدم پشیمون میشه از جایزه دادن پول بیا یلا یلا پول میخوام یلا پول چه رفتار زشتیه این چه رفتار خلوب آمیزیه چرا همچین چی؟ به انگلیسی بگو پولمو میخوام به فرانسه بگو شو پخی فیو خو شو جی اخلو به آلمانی آلما شرتخ رو فون کلم توخ توف تو باکه که پول لاره ایتالیایی تو پت پیندو تو سا پول ده پول ده بدتو ژاپنی تو تو چاو تو بزو تو نواتا پولیا چینی تو سادو تو 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 کره‌ای انسان باش بعد از اون کام میشه ندارم الان 100,000 تومن پول بابا پول دادی میکشونم دادگاه میکشونم دادسرا رامبو به اونجا ها نمیکشی آقای شاوسلی بله آقای شاوسلی یه 100,000 تومن پول یه جا پیدا کن بیار بده به من 50 تومن نقد دارم اگه کارشون نیفته صبر کن نه آقا شما نکنید شما نخواهش میکنم شما این کار نکنید 50 تومن کارشون نیفته خواهش میکنم نه شما برای چی بدی مرد صاحب خودش با بده نکنید شما بسنجی خودش با بده بفرمایید ای چقدر؟ این 50 تومنه چقدر ما بردم؟ 100 تومن پولمه میخوام آقا چرا آبری منو داری میبری؟ الان 50 تومن بگیر من به تو 50 تومن دیگه میدم بده بینم 50 تومن چی؟ بگم بده بینم 50 تومن اینو بگیر باش بقیهش میدم نه الان میکشونم دادگاه رامبو جوان تو این پلهای دادسرا بالا پایینت میکنم رامبو سر 50,000 تومن بله سر کمتره ای هم آدم ها رو به آتش کشیدم پولم رو بابدیم آقا این 50,000 تومن گیر بیار از این پشت جور کش آسینی به رخ مونه کش دانی آلمانی ها همه میبافم چرا اینقدر خشن شدی؟ سر 50,000 تومن ببین داری چیکار میکنی؟ میخوام اصلا بگیرم بنزم تو جوب چیکار دار پول خودمه بردم به نظرم یه جور یه رفتاری داری میکنی که اینجا جفسازی داری میکنی چه جفسازی؟ پول خودمه جان از بچه ها گرفتی آوردی؟ 50 تومنه؟
بیان. یک ریال که هم باشه استدیوی خراب میکنم. بفرمین. بده. بشمار. بشمار بینو. نه. آخه 20 تومانی که تو جیبش میذاره پیدار زمونه. گو. بشمار بینو. 100 تومانی هم هست. آقا شما چرا تو کار مالی مداخلت میکنید؟ بشمار منو. میشه همینجوری بدم قبول کنی لطفا؟ ما ای 50,000 تومن مک میشماری بهم میدی؟ بشمار قشنگ. آقا قبول کن، اعتماد کن دیگه به من و چاوسنی اعتماد ما کن. ما الان میگیرم منو خونه کیش گوشه نداره. شما اون موقع کجایی؟ کی پاسخ گوه؟ آقا کجا؟ من فرار میکنم. شاید نخ نداشته با کیه که از اسکناس ها. اوه چیه؟ صدای گرگ برای چی در میانی؟ 100,000 تومن دادی تهدید میکنی چرا؟ آقا نکو دست و نکو سمت افرون. ببین به چه که وضعیتی کشوندنو. آخه این چه وضعیه که ما داریم با این؟ 10,000 تومن، 20 تومن، 25 تومن، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 میشه چقدر؟ 45 تومن، 1, 2, 3 خب 48, 48 و 500 خب 48 و 640 خب عزیزم به خدا الان دیگه نداریم. و کم الان جان من قبول کن رامبو. ها خدا شاهده، خدا شاهده خریدش برای خودم بیشتره حرفا در میاد. یعنی نمیصرفه. اینو گرو نگه دار. خب بقیه اون 320 خورده ای تومن رو میدم بهت، 300 تومن بهت میدم. باش با چون شمایی باشه رامبو. چاش اصلا بین ما و شما بحث حرفا نیست، بحث مالی نیست بین ما و شما. رام باشم دیدیم به چه فلاکتی افتادم برای یه دونه 100 تومن. بریم کجا؟ آقا بریم بیایم. چش برنامه رو داریم میبریم جلو. سلام. 1, 2 رو به اونور. 1, 2, 3 بریم بیا. سلام. سلام. شبتون بخیر. به چیزی دست نزنی ها. همینجا بس. چیه جریان ایشون؟ این چی؟ این جزء دکوره. نه بابا هیچ هم نگی. بچه لولو. دختر خاله من ازدواج کرد. بعد ما اینا رو عروس پاگوشا دعوت کردیم خونمون. یعنی دختر خالم، شوهرش، خالم و شوهر خالم آقا خسرو. اینا اومدن، شوهر خالم خیلی با ما شوخی میکنه، نمیدونم اصلا چرا، خیلی هم بیمزه است. بعد اینا اومدن ما گفتیم خوش اومدین، گفت چی ریخته این داد. با دومادش زدن زیر خنده. با مزه بود. بعد خالم گفت با ولش کن، این همه رو میخندونه تو اینم ایسکاشو میگیری. ببین گفتم خب بفرمایید. رفتیم داخل سفره رو انداختیم بیان سر شام. بعد شوهر خالم گفت که اومده بودیم خودتون رو ببینیم، از صبح بقیه‌تون رو دیدیم. باز دومادش خندید. بعد دوماده رو کشیدم کنار، گفتم که ببینم شما مگه ازدواج نکردید؟ گوهره. گفتم مگه اسمش تو شناسنامه‌ت نیست؟ گوهره. گفتم پس برای چی به این می‌خندی؟ گفت نه آخه میگه اومدیم خودتون رو ببینیم، میگه از صبح بقیه‌تون رو دیدیم. گفتم بابا تو از اینم بی‌مزه‌تری، بشین سرشون. نشستیم غذا بخوریم. بعد من دقت کردم دیدم یه بشقاب اضافیه. بعد دیدم که دختر خالم و شوهرش توی یه بشقاب دارن غذا میخورن. بعد شوهر خالم یه دستش گوشی بود، با یه دستم غذا میخورد. اول نوشابه ریخت رو قرمه سبزی، گفت پر رو غذا میخورم ها، پر رو مهمونم. بعد یه دفعه گفت اوتاره من دارم میلرزم. گفتم گوشی رو بده من. خب بعد دیدم خودم دارم میلرزم. بعد با اون گفت زلزله است.
تو دو ثانیه کل سفره خالی شد. من چون بچه خوشفکر و تیزی هم سریع رفتم لای چارچوبه در. شوهر خالم رفت گوشه خونه زانوهاشو بغل کرد، بغض کرد، گفتم زانوها رو بغل میکنن دستو میزنن رو سر، شکست سشقی که نخوری زلزله اومده. بعد گفت ببین ما زمان ما که اصلا مانور رو اینا نبود که. گفتم بابا به زمان چه ربطی داره، بابای منم هم دوره شما بوده دیگه، شک ندارم الان یه جای امنه. گفت بابا زیر سفره است. گفتم بابا اونجا چی کار میکنی؟ گفت پسرم یکی از جاهای امن موقع زلزله اینه که بری زیر میز نارخوری. گفتم شما زیر سفره؟ گفت الان کم بودم و به روح نیاردیه. گفتم گفتم الان تا کی میخواید اینجوری بمونی؟ گفت من که الان فرار میکنم میرم پایین. رفت پایین، شوهر خالم دوید دنبالش. گفتم خسرو تو کجا میری؟ گفت من میرم اجسادو پیدا کنم. گفتم تو سگ زنده یابی مگه دنبال این داری میری؟ بعد گفتم که شما نمیرید پایین. زد زیر خنده. گفتم به چی میخندی؟ گفت میگه اومدی خودتونو ببینی از صبح بقیه. گفتم بابا ولش کن اصلا. اومدم منم برم پایین، شوهر خالم زنگ زد. گفت کیف زلزله یادت نره. گفتم کیف زلزله دیگه چی؟ گفت ببین کیفو بردا بهت میگم. کیفو برداشت، گفت بذار آب، چراغ قوه، رادیو، پیکنیک، زغال، باد بزن. گفتم مگه میخوایم بریم 13 به در؟ بعد رفتم پایین ببینم اینا چیکار میکنن. دیدم شوهر خالم داره سبزه گره میزنه. بعد جمع شده بودن با یه همسایه دیگه که اونم از زلزله ترسیده بود، اومده بودن داشتن والیبال بازی میکردن. گفتم والیبال برای چی؟ گفت این برای کمک به زلزله زداد، بازی خیریه است. بابام گفت که اوتاله تو هم بیا وایسا دریافت کن. گفتم بابا الان آخر شبه، بعضیا خوابن، بعضیا زلزله زده، بعضیا ترسیدن و اینا. گفت خب بیا وایسا پاسور. گفتم آفرین، هیچ وقت پاسور منو عوض نکن. رفتم وایسادم پاسور، شروع کردیم بازی. بازی چه جوری بود؟ یکی اینجوری میزد زیر توپ، یکی با لگد میزد زیر توپ فلان. بعد یکی از همسایه‌مون خانم رحیمی این دوره همی گرفته بود، این مهماناشون که اومدن بیان برن بیرون دیگه بازی ما جدی شد. اول شوهر خالم یه اسپک زد منطقه یک سوم، اون بعد دریا پاس به صورت پایپ زدن، بعد من پاس دادم بابام دوباره کوبید، امتیازو گرفتیم. بعد شوهر خالم رفت تو منطقه سرویس، بابام منطقه رو بهش نشون داد اینجوری، یه سرویس پرشی موجی زد رو خط خوابید. بعد دو مادش از پنجره اومد بیرون خندید. آقا به بابام گفتم که پدر من زلزله کلن زیرنویس کردن که دو ریشتر بوده، این چه کاری شما میکنید اصلا؟ بعد شوهر خالم گفت بزن شبکه خبر ببینیم که چند ریشتر بوده، چون زمان زلزله اخبار رو فقط باید از منابع موثق پیگیری کرد. چند ریشتر بوده؟ بابام گفت بابا شبکه خبر چیه؟ همه راه‌های ارتباطی قطع شده، ماهواره‌ها قطع شده، محورهای مواصلاتی شهرهای به چالوس قطع شده، آب نداریم، برق نداریم. گفتم بابا چرا انقدر جواب میدی؟ گفت بزن 90 ببین چی داره. زد 90، گفت که مهمونشون علی داییه. گفت علی دایی اونجا؟ علی دایی الان باید پیش باز زلزله زدای عزیز بود. خدایا چرا من؟ چرا اینجا؟ گفتم بابا پاشو زشته، بابا دو ریشتره دیگه، چرا اینجوری میکنید شما؟ بعد یکی از شبکه خبر اومد واسه مصاحبه. شوهر خالم همه رو زد کنار، رفت جلو، گفت که آقا ببینید ما خواب بودیم که زلزله اومد. این ابوطالب اصلا متوجه نشد زودتر به ما بگی. آقا برای ما لباسای نو بفرستید. بذار نفس بکشم. نفس لباسای نو بفرستید، دمپایی 43 بفرستید، سویشرتای نو اونم ایکس لارج بفرستید، عکس سیاه بذارید پروفایلتون، حمایتمون کنید، ما حس نکنیم که تنهاییم. شماره حساب فقط به افراد مطمئن اطمینان کنید. من خودم توی اینستام مهسا آندرلاین جوجو شماره حساب گذاشتم، شما بیاید اونجا پول بدید، قول میدم برسه به دست ما. بعد یه دفعه یه ماشین با چراغ گردون اومد با اون، گفت خدا رو شکر مسئولین رسیدن. بعد گفتم که بابا مسئولین چه اینا؟ گفت تو رادیو رو بده من اصلا. رادیو رو گرفت رفت اونور، باز مسئولین اومدن این طرف، رفت رادیو رو چیز کرد، گفت ببین ابو طالب هی میگی دوریشته دوریشته، ببین واسه ما حتی آهنگ خوندن. گفتم بابا چه آهنگی؟ رادیو رو زیاد کن. رادیو رو زیاد کرد، بهنامبانی شب بسرم که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. گفتم بابا اینو چی بر ما خونده آخه؟ گو نه ببین
میگه عاشق و در بدرم. کی در بدره الان؟ ما. زده امشب به سرم. هر زبون کی داره میگه گسل شهره. ببین گسل شهره من میشد خیلی کینه. یه دوریشته دوریشته نیست که این بخواد شروع کنه ول نمیکنه. آخرش هم میگه که دلت رو ببرم. گفتم خب این چه ربطی داره؟ گفت حالا سه مصرع ربط داشت یه تشکر نکردی. یه مصرع ربط نداشت مشکل داشت. گفتم بابا ول کن. بعد اون چراغ گردونه فهمیدیم پلیس. گفت آقا بفرمایید بالا بابا ول کنید. آسایش مردم رو ریختید بهم. بعد ما رفتیم بالا. شوهر خالم گفت یه فکری میدارم. ببین برای اینکه زلزله اومد زودتر از بقیه بفهمیم میگن دو تا چیزو بذار کنار هم زلزله بیاد اینا میخورن بهم. بعد دومادش زد زیر خنده. گفتم نه خدا این با مزه. گفت نه آخه بیچی میگه میگه اومدیم خودت رو ببینیم از صبح بقیه. خیلی ممنونم ابو طالب. خواهش می‌کنم این دکورت هم با خودت ببر. این باشه کارش نه منم نمیخوامش. خب بیا بریم. متشکرم افتخار ابو طالب. از تو اومدیم خودتونی ببینیم بقیهتون رو دیدیم. بریم بیان یک دو سه بریم بیان. بخند با خنده هندونه یه دو دفع گاز بزن. بخند با خنده هندونه یه دو دفع گاز بزن. اگه خنده وانه ای باشی شانس داری اینو داد بزن. اگه خنده وانه ای باشی شانس داری اینو داد بزن. خانم و آقایان شب عید بعد عیدی بدین. اصلا هم شوخی نداره. یه عده اگه عیدی ندین ولتون نمی کنن. شما اگر که در طول این مدت بچه ها به جای اینکه نقد بخواین اینو پرداخت بکنین میتونین که کارت به کارت بکنین. توی ایوا این امکان وجود داره. شما بعد میتونین استعلام هم بگیرید که چه هزینه هایی کردین و چی کار دارین میکنین و این خیلی خیلی باحاله. به خاطر اینکه ببینید تا الان چقدر هزینه کردین برای عیدی، چقدر دیگه باید هزینه کنین، هزینه کنین و چقدر جا دارین. بعد اینا میتونین چقدر عیدی گرفتین بریزین همون تو. همه این کارا رو اونجا انجام بدین و به همین سادگی از امکانات ایوا استفاده کنین. یک رو بفرستید به 2444، لینک هوشمندش براتون میاد، نصبش میکنین و نکنین. لینکش میاد براتون نصبش میکنیم. و اینکه میدونید هر هفته هم سه نفر جایزه 10 میلیون تومانی میگیرن بین کسایی که تراکنش میکنن. دوشنبه غوره کشی بین جایزه 10 نفری 10 میلیون تومان سه نفر. چکرم من میرم اینم نه چشونه دانیال چاو تینی حالتون چطوره؟ حال شما چطوره؟ حال هر دو طرف؟ عالی. و منم عالی. و میخوام دعوت بکنم از عزیز دل شهاب مظفری. جان قشنگ حالت چطوره؟ سلام. سلام علیکم. مخلصیم. من با کدومش باید استفاده کنم؟ هر دوش قابل استفاده است. چطوری؟ خیلی خیلی خوشحالم که باز کنارتونم. امیدوارم مثل همیشه عالی حالتون عالی. ما خیلی باحالیم. خیلی. دور تک تکتون بگرد. قربونت برم. سلامت باشی. دمت گرم که اومدی. خیلی خیلی ممنونیم. ان‌شاءالله همیشه سلامت باشی. تو خیلی رفیق با معرفت و باحال و دوست داشتنی هستی. خدا حفظت کنه. برو بریم. چی می‌خوای بخونی؟ ما باحالیم. آره. آره. بریم کار ما باحالیم. ما خیلی باحالیم. الله ما فراتون باشه.
دمت گرم. بابا خیلی باحاله. ماشاءالله بهش. ماشاءالله بهش. عزیز دل جون. جون دلم. چه خبر شما؟ همه چی خوب؟ آره. عالی. شما چطور؟ قربونت برم. شوخی موخی جدید چیزی نرسیده. باید همینجوری میریزیم و میپاشیم حساب کتاب از دستمون در رفته. ما سری قبل اون شوخی هایی که ضبط کردیم یادت بعد پخش شد. بعد اون لحظه که ما میگفتیم شوخی پارازیت میافتاده و من اینجوری تنها شدم. تمام دوستان باید دست دادم. دیگه هیچ کدوم از اونها دیگه تو رو تحویل نمیگیرن؟ گفتن همش ما رو مسخره کردی؟ آره دیگه، من از اون روز رفتم سمت هدفم. که چیه اون هدف؟ دور شد، نفهمیدم چی. علی روزا سخت. تو خیلی عزیزی. هیچ کس با تو قهر نمی‌کنه. قربونت برم. جگرت. ما دوباره شهاب در کنار رو می‌خوایم داشت. الان ازش خدافظی می‌کنم. دمت گرم. اصلاحی. خب عرض کنم که قراره امسال بهتر کنیم. چجوری؟ پارسال همین موقع با همدیگه دست به دست دادیم، کمک کردیم و 25,000 بسته نوروزی برای مناطق محروم آماده کردیم. امسال میکنیمش 100,000 بسته. بزنین ستاره 780 ستاره 5 مربع. همین. شکرم. بفرمایید. خب دعوت میکنم از دکور ابوطالب حسینی. سلام خدا. من همیشه به این فکر میکنم که آیا من میتونم پدر خوبی بشم یا نه. یه پدر خوب باید فداکار باشه. بعد من داشتم فکر میشم من میتونم فداکار باشم. تو این دور زمونه تو باید شکم خودت بزنی بدی زن و بچت بخورن. ولی من اینجوری هم که گشنم بشه غذای خودمو میخورم، چه هیچ غذای بچه‌مو میخورم، لازم باشه خود بچه‌مم میخورم، بقیه اعضای خانواده رم میخورم. پس من نمیتونم از این جهت پدر خوبی باشم. یه پدر خوب باید قوی باشه. من ضعیفم. من اصلا جون ندارم راه برم. بعد یه پدر خوب باید اعتقاد راسخ داشته باشه به اینکه افراد موفق نصف بچه‌شن. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که داری تلویزیون می‌بینی با بچه‌ت، یه فرد موفقو که نشون میده، شما باید بگی ببین این نصف توئه. این به اینجا رسیده. بعد بزنی تو سر بچه‌ت. داشتم به همین چیزا فکر می‌کردم که گفتم برم از یه نفر بپرسم که من میتونم پدر خوبی باشم یا نه. رفتم پیش داییم. شاید بپرسی چرا رفتم پیش داییم. خاطر اینکه این اول استنداپ می‌خواستم یه بحثایی رو مطرح کنم، الان دیگه می‌خوام یه چیزای بامزه‌ای بگم، می‌خوام مجبورم برم پیش دایی. رفتم پیش دایی گفتم دایی به نظر من میتونم پدر خوبی بشم. گفت تو همین الانم یه پدر فوق‌العاده‌ای. گفتم یه جای کار می‌رنگه، تو هیچ‌وقت با من مهربون نداری نبودی، کسی به چیزی گفته، کسی خبری داده بهت؟ گفت نه ببین امیر، وقتشه که تمام لطفایی که در حقت کردمو جبران کنی. گفتم چی داری میگی؟ تو در حق من لطف نکردی. گفت فکر می‌کنید تو تا به این سن رسیدی تحصیل کردی چی هزینه تو رو داده؟ گفتم تو دادی. گفت نه بابات داده. خب تو برام چیکار کردی؟ گفت یادت 10 سالت چه بود ماشین بهت زد، کلی گشتیم تا بالاخره یه نفر رو پیدا کردیم تونست بهت خون بده، احتیاج به خون داشتی. گفتم اونی که بهم خون داد تو بودی؟ گفت نه، اونی که با ماشین بهت زد من بودم. گفتم خب اینا چه لطف نیست، اینا لطف بگو. باشه الان به دوست میگم. دهه 80 تو اوج بحران اقتصادی اومدم از بابات 20 میلیون تومان قرض گرفتم و دیگه بهش پس ندادم. گفتم اینم لطف نیست. گفت فکر می‌کنی نمی‌تونستم 40 میلیون بگیرم و دیگه بهش پس ندم؟ گفتم نه این واقعا لطف بود. الان می‌خوام اینا رو جبران کنم. گفت نه یه کار کوچیک باد دارم. دست کرد تو جیبم 50 تومان برداشت. گفتم کار کوچیک دیم بود؟ گفت نه اینو همینجوری برداشتم خرجی امروز. ببین یادت بچه بودیم می‌بردمت مسافرت، خیلی بهمون خوش می‌گذشت. گفتم اون دفعه‌ای رو میگی که منو می‌بردی تو بیابون‌های اطراف تهران ولم می‌کردی پیاده برمیگشتم؟ گفتش که آره همونا، چقدر خوش میگذشت. الان من زندایی با هم میخوام بریم مسافرت، ازت یه درخواست کوچیک دارم، اونم اینه که فرید رو نگه داری.
فرید چیه؟ پسر دایی من اصلا دوست نداشتم نگهش دارم. گفت اینو نگه دار. گفتم من خرج اینو میدم اینو با خودتون ببرید. گفت نه امکان نداره فردا بیا تحویلش بگیر. فرداش رفتم تحویلش بگیرم دیدم که دایم داره با پسر دایی ماشینو میشوره. و پسر دایی میگه که بابای امکان نداره به جای من از اسفنج استفاده کنی. گفتم دایی اون بچه رو بذار زمین، بچه رو چرون گذاش زمین. بعد رفت داش میرفت گفت همین پراید مال توئه. گفتم میخوای جابجاش کنم در بیاری؟ گفت نه. یه خط کشید روش رفت. رفت و من موندم و پسر داییم. اومدم توی خونه همه چی خوب بود، همه چی تحت کنترل بود اونجوری که من فکر می‌کردم نبود. تا 3 دقیقه. بعد 3 دقیقه شروع شد. اومد پیشم گفتش که امیر. گفتم که بله. گفت تو چرا نمیری پیش بابا بزرگ؟ گفتم بابا بزرگ خیلی وقت مرده. گفت میدونم چرا نمیری پیش بابا بزرگ. گفتم چی داری میگی؟ واسه برو مشخاتو بنویس. گفت مثل اینکه بابای من شهر وظایفتو برات توضیح نده. مشخای منو تو باید بنویسی. دیدم که اینجوری فایده نداره. باید این بچه رو تربیت کنم. اول اومدم به زور متوسل شدم. من تا اون زورش من بیشتر بود منو زد. شروع کردم مشخاشو نوشتن. مشخاشو نوشتم تموم شد. گفتم که لااقل یه دیکتاتو خودت بنویس. گفت باشه. دیکتاشو داشت مینوشت. گفتم بنویس خروس. نوشت مرغ. گفتم که من گفتم خروس چرا نوشتی مرغ؟ گفت من همیشه مرغ و خروس رو با هم قاطی میکنم. گفتم اون تو واقعیت دیکتاشون که شبیه هم نیست. بعد اومد پیشم گفت امیر یه چیز بهت بگم عصبانی نمیشی؟ گفتم نه بگو. گفت پس نمیگم. میخواستم یه چیز بگم عصبانی شی. یه عصبانی نمیشی نمیشی. گفتم که بچه جون برو تو اتاق. رفت تو اتاق. بعد من پشت سرش رفتم دیدم که دستش تو کیف پول منه. گفتم چیکار داری میکنی؟ گفت تو اینقدر شخصیت نداری وقتی میای تو در بزنی؟ گفت تو کله ادب نداری؟ این یه چیه یارو یاد گرفتی برای من شدی معلم اخلاق؟ گفتم دست تو کیف پول من چیکار میکنی؟ گفت دارم دنبال جامعه دادی میگردم. گفتم جامعه دادی تو کیف پول من چیکار میکنی؟ اون پولا رو برای چی داشتی؟ گفت پولای تو نیست، پولای خودمه. گفتم پولای من تو کیف تو چیکار میکنه؟ گفتم پولای تو کیف پول من چیکار میکنه؟ گفت سوال من همینه، پولای من تو کیف پول تو چیکار میکنه؟ گفتم بچه بیا برو بگی بخواب. اومدیم بخوابیم، اومد تو اتاق من. گفتم که میترسی؟ میخوای پیش من بخوابی؟ گفت ترس چیه بابا؟ من بچه‌ام، زود باش برام قصه بگو. گفتم بشین برات قصه بگم. گفتم یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه خاله سوسکه بود. گفت همین الان گفتی غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود، بعد میگی یه خاله سوسکه هم بود؟ تو اصلا بلد نیستی قصه بگی. گفتم خب تو بلدی تو قصه بگو. گفت یه قصه هست، بابام هر شب به من میگه، من اینو گوش میکنم خوابم میبره. گفتم بگو. گفت یکی بود غیر از خدای مهربون یه سری دیگه هم بودن، کاراکترهای داستان بودن. اوج بحران اقتصادی دهه 80 بود. بابای جنابالی اومد از بابای من 20 میلیون قرض گرفت و دیگه بهش پس نداد. گفتم بابای تو اینجوری تعریف کرده بعد داستانو؟ گفت آره. بعد خوابید. خوابید صبح بلند شدم دیدم تشک کلا خیسه. سعی کردم براش توضیح بدم که ببین این اتفاقی که ممکنه برای هر کسی بیفته تو هر سنی این اتفاق ممکنه بیفته. بعد اون گفتش که آره ولی تو دیگه 26 سالته، نباید این اتفاق برات بیفته. گفتم که بچه جون بیا برو مدرسه. گفت مثل اینکه حواست نیست، امروز یک شنبه است. گفتم مگه اینجا آمستردامه که امروز یک شنبه است؟ گفت نه من یک شنبه ها مدرسه نمیرم. گفتم یعنی چی من یک شنبه؟ گفتش که ببین من اگه یک شنبه برم مدرسه اتفاقای بدی میفته. گفتم مسخره بازی نه، بیا برو مدرسه. رفت مدرسه، چند ساعت بعد بهم زنگ زدن به خونه. رفتم اونجا، گفتش که والله حقیقت این که ایشون دعوا کردن. گفتم که خب دیگه بچه‌ها تو این سن با هم دعوا میکنن. گفت بله با هم دعوا میکنن، این با مدیر دعوا کرده. مدیر رو زده، مدیر بیمارستان 12 تا بخیه خورده. گفتم حالا ما میریم عیادتشون، از دلشون در میاریم. گفت فقط مسئله این نیست، ایشون تو کلاس با آبروی معلم بازی کرده. بردمش خونه و خلاصه به هر زوری بود نگهش داشتم. زنگ زدم به دایی گفتم نمیای. گفت نه ما یه مدت اینجا هستیم، این بچه رو نگه دار. خلاصه که الان 3 ماهه که دایی اینا نیومدن. از ماه اول من این بچه رو دیگه گم کردم. اگر کسی تو خیابون دیدش خواهش میکنم که آدرس من رو بهش نده. مخلص. بری گله دمت گرم بسر. متشکرم. خیلی مخلصم.
شگفت‌انگیزان. اگر استعداد دارید قطعاً شما هم شگفت‌انگیزید. یک مدرسه مجازی داریم برگزار میکنیم، خیلی خفن، با یک عالم استاد و مربی باحال که همینجور دارن اضافه میشن در رشته های مختلف: سینما، کارگردانی، فیلمنامه نویسی، بازیگری، تدوین، اوه یه عالمه چیز، و در بخش ورزشی، در بخش موسیقی، خیلی 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 مفصل و عالیه. میتونید که به روبیکا مراجعه بکنید. من هر دفعه میام بگم این موسیقی پخش میشه. میتونید به روبیکا مراجعه بکنید و اونجا ببینید که ماجرا چیه. به زودی قراره بیاد بالا و آماده پذیرش شما بشه. پس شگفت انگیزان رو به ذهنتون بسپاریم. خب برای همتون آرزوی سلامتی میکنیم، کیف کنید تو زندگیتون، در سال جدید، در سال گذشته، در سال بعدترش همش حالتون خوب باشه ایشالله. مثل همیشه بلند میگیم که مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی عزیزین. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. در کنار خانواده باشید، راضی باشید، پر روزی باشید و سلامت. و ایشالله از ته دل میخواییم که ایشالله همه مریض از بستر بیماری بلند شن. مخلصیم رو به اونجا. یک، دو، سه. We'll be right back.